This is IRTV, the Iranian television program. با سلام و درود به شما دوستان عزیز و همراهان همیشگی ما. امیدوارم که همگی خوب و خوش و سلامت باشید. سه‌شنبه آینده 8 ماه مارس در دنیا به عنوان روز جهانی زن شناخته میشه و در 100مین سالگرد مبارزات زنان جهان برای برابری و آزادی در گوشه گوشه دنیا مراسم بزرگداشت و گرامی داشته این روز با اهمیت برگزار میشه. در ایران نیز همسو با مبارزات مردم و جنبش سبز ایران تظاهرات گسترده‌ای در نظر گرفته شده که به علت تقارن اون با فراخوان سه‌شنبه‌های اعتراض می‌رود که خیابان‌های تهران در این روز مملو از زنان، مردان و جوانان مبارز و آزادی‌خواه ایران بشه. در این رابطه خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل نیز با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز 8 مارس از همه زنان خواسته است تا همدوش با برادران هموطن خودشون به خیابان‌ها بیایند و علاوه بر حقوق برابر زنان از خواست‌های دموکراتیک همگی مردم ایران حمایت کنند، چرا که دسترسی به حقوق برابر جز در یک حکومت دموکراتیک امکان پذیر نیست. خانم عبادی در بخش دیگر از این بیانیه مطرح نموده است که دسترسی به حقوق برابر نیاز به اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز داره و در نهایت ایشان خواهان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقدمه یک حرکت مدنی و نه یک خواست سیاسی شده است. اجازه بدید روز جهانی زن رو به همه خواهران، مادران و زنان و مردان آزادی ایرانی و غیر ایرانی شاد باش بگیم و خواهان روزگاری باشیم که در آن رهایی انسان‌ها و نه فقط مردان رو بتوانیم جشن بگیریم. روزگاری که فرزندانمان تاریخ را به گونه‌ای دیگر خواهند نگاشت. با ما باشید. تلویزیون ایرانیان گزارش می‌دهد در تظاهرات ضد دولتی گسترده هفته گذشته صدها تن در تهران و شهرهای دیگر بازداشت شدند. سرنوشت نامعلوم رهبران جنبش سبز با واکنش‌های منفی خارجی و داخلی زیادی روبرو شد. اختلاف نظر میان مقامات ایرانی و روسی راه اندازی نیروگاه بوشهر را با تأخیر بیشتری روبرو کرد. وزیر خارجه ایالات متحده از ایران خواست به یافتن یک آمریکایی ناپدید شده کمک کند. محسن هاشمی از مدیریت مترو تهران استعفا داد. جمهوری اسلامی از احتمال تحریم المپیک لندن به دلیل لوگوی بازی‌ها سخن گفت. مجموعه مهمترین خبرهای یک هفته اخیر ایران همراه با تصاویر اختصاصی و تفسیر سیاسی دکتر نوریزاده از سرویس خبری تلویزیون ایرانیان. We'll be right back.